در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که کشورش از پیمان میزایل های هسته‌ای میان برد با ایالات متحده خارج خواهد شد. احتمال لغو ویزای SIV یا ویزای مخصوص برای ترجمانان افغان و عراقی و درخواست مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده از کشورهای جهان برای برسمیت شناختن خوان گوایدو رهبر مخالفان ونزوئلا به حیث رئیس جمهور آن کشور. سلام، امروز شنبه دوم فوریه سال 2019 میلادی است. با برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. این برنامه هم اکنون از طریق فیسبوک دری صدای آمریکا نیز با گونه مستقیم در حال نشر است. من یلدا بکتاش هستم و در آغاز توجهتان را به خبرهای از گوشه و کنار جهان جلب می کنم. رسانه های حکومتی ایران امروز از یک حمله مسلحانه و یک قرارگاه نیروهای قدس سپاه پاسداران در ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور خبر دادند. گفته می شود که در این حمله یک نفر کشته و 5 نفر دیگر نیز زخمی شدند. در همین حال ایران امروز از ساخت میزایل کروز جدید با برد 1300 کیلومتر پرده برداشت. با نقل از تلویزیون حکومتی ایران، آن کشور این میزایل کروز را در 40 سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران جهت به نمایش گذاشتن پیشرفت تسلیحاتی آن کشور رونمایی کرده است. امیر حاتمی وزیر دفاع ایران گفته است که این میزایل میتواند در مدت زمان کوتاه آماده پرتاب شود و قادر است در ارتفاع کم پرواز کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان را به دلیل مخالفت با طرح پیشنهادیش مبنی بر ساخت دیوار مرزی با مکزیکو و بی‌تفاوتی و قاچاق انسان در مرزهای آن کشور با مکزیکو متهم کرد. ترامپ این سخنان را در مصاحبه با شبکه CBC بیان داشته و افزود که پلوسی فرد بسیار بدی برای ایالات متحده است، زیرا وی انعطاف ناپذیر بوده و برای بردن امتیازات سیاسی از دادن پول برای ساخت این دیوار خودداری میکند. سخنگوی خانم پلوسی اما میگوید که دموکرات ها طرح جامعه را برای تقویت امنیت مرزهای ایالات متحده با مکزیکو و ترامپ پیشنهاد کردند، اما وی حاضر نیست از طرح مسدودی دوباره حکومت مرکزی فدرال آن کشور صرف نظر کند. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده دیروز از کشورهای جهان خواسته است تا خوان گوایدو را به حیث رئیس جمهور ونزوئلا به رسمیت شناخته و از آزادی حمایت کنند. اظهارات آقای پنس در حال صورت می‌گیرد که تشنج به خاطر کسب کرسی ریاست جمهوری ونزوئلا میان آقای گوایدو و نیکولاس مادورو رئیس جمهور آن کشور در حال افزایش است. آقای پنس تایید کرده است که مسئولیت آقای گوایدو برای آمریکا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آقای گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناخته و تقریبا کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نیز آقای گوایدو را به رسمیت شناختند. قرار است امروز حامیان آقای گوایدو و رئیس جمهور مادورو در سراسر آن کشور علیه همدیگر دست به مظاهرات گسترده بزنند. در ماه روان میلادی شخصیت جدیدی به نام پاتریک شانهان مسئولیت وزارت دفاع ایالات متحده را به عهده گرفت. اما شانهان که اکنون سرپرستی وزارت دفاع را به عهده دارد کی است و طرز عمل و روش او با رئیس جمهور ترامپ چگونه خواهد بود؟ شرح بیشتر را در این گزارش با هم می‌بینیم. پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده معاون جیم ماتیس وزیر دفاع سابق بود که قبل از رسیدن به این سمت برای بیش از 40 سال در عرصه نظامی خدمت کرد. اما جانشین وی شانهان بیش از 30 سال در سکتور خصوصی و شرکت بوئینگ کار کرده است. او تجربه نظامی ندارد، تجربه بسیار کم حکومتی دارد و تمام عمرش در سکتور خصوصی کار کرده است.
مطمئن نیستم که برای این کار مناسب باشد. اما دیگران زمان کاری شانهان با جیم متس را با ارزش می‌خوانند. او یقیناً در 1.5 سال گذشته در موضوعات پلیسی شامل بود. بنابراین چنین نیست که او هیچگاه از جریانات آن نهاد آگاه نبوده باشد. زمانی که رئیس جمهور ترامپ به وزارت دفاع رفت تا استراتژی جدید دفاع میزایل را معرفی کند، شانهان مشتاق خوش ساختن او به نظر می رسید. Mr. President, we are ready for this task. آقای رئیس جمهور، ما برای این وظیفه آماده ایم. این وزارت اجرای کار است. اما دقایق بعد رئیس جمهور با خاموشی حاضرین در حال مواجه شد که کوشید از دموکرات‌ها انتقاد به عمل آورد. حزب توسط سرحدات باز در داخل حزب گروگان گرفته شده است. افراطیان چپگرا به افراطیان دموکرات مبدل شدند. این طرز بیان آقای ترامپ در حال بی نتیجه ماند که شانهان به روز سه‌شنبه مجدداً تأیید کرد که وزارت دفاع مسئولیت فاصله گرفتن از سیاست را دارد. بسیار خطرناک است. فکر می کنم برای وزیر دفاع مهم است تا موقف خود را در برابر هر دو، اردو و ملکی ها، تا حد امکان از استفاده من حیث یک وسیله سیاسی حفظ کند. و چون این به نظر می رسد که این موضوع برای وزیر دفاع در حالی که مبارزات انتخابات ریاست جمهوری 2020 آغاز می گردد، مهم تلقی می شود. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. اخبار افغانستان و جهان، تحولات سیاسی و فراتر از آن، تحلیل و بررسی رویدادها. تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، منبع اخبار موثق و گزارش‌های جامع. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته است که کشورش از پیمان میزایل‌های هسته‌ای میانبرد با ایالات متحده خارج خواهد شد. رئیس جمهور روسیه این سخنان را در واکنش به تصمیم اخیر واشنگتن مبنی بر خروج از این پیمان ابراز داشته است. شرح بیشتر در این مورد را از همکارم سید عزیز الرحمن که از اتاق مرکزی خبر با ماست جویا میشیم. عزیز جان، خسته نباشین. جزئیات تازه در مورد اظهارات آقای ترامپ چی است؟ خب، آغاز میکنیم از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه. پوتین گفته که واکنش مسکو متوازن یا بالمثل واشنگتن خواهد بود. با گفته رئیس جمهور روسیه، اگر ایالات متحده از پیمان میزایل‌های هسته‌ای میانبرد بیرون میشه، روسیه نیز بیرون خواهد شد. ولادیمیر پوتین با وزارت دفاع روسیه هدایت داده که کار برای انکشاف آن تسلیحات را آغاز کنه که قبلا توسط این پیمان ممنوع قرار داده شده بود. ولی رئیس جمهور روسیه اضافه کرده که میزایل‌ها و تسلیحات جدید خود را نه در اروپا و نه هم در کدام گوشه دیگر جهان جابجا خواهد کرد، مگر اینکه تسلیحات ساخته شده آمریکا در آنجا دیده شود. رئیس جمهور پوتین همچنان گفته که درب مذاکرات در این مورد به مثل همیشه باز است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، گفته است که کشورش از پیمان میزایل‌های هسته‌ای میانبرد با ایالات متحده خارج خواهد شد. رئیس جمهور روسیه همچنان گفته است که اگر واشنگتن میزایل‌های هسته‌ای میانبرد خود را گسترش دهد، مسکو نیز عین عمل را انجام خواهد داد. واکنش ما متوازن و بالمثل خواهد بود. شرکای آمریکایی ما گفتند که از پیمان میزایل‌های هسته‌ای میانبرد بیرون می‌شوند. ما نیز چنین میکنیم. آنان گفتند که روی تحقیق و انکشاف تسلیحاتی کار میکنند. ما نیز چنین میکنیم. حکومت ایالات متحده دیروز اعلام کرد که تصمیم گرفته است از پیمان میزایل های هسته‌ای میانبرد با روسیه خارج شود. ایالات متحده روسیه را به نقض این پیمان متهم کرده و رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز مسکو را به خاطر خروج واشنگتن از این پیمان ملامت کرده است. یک طرف این پیمان پابند نبوده است. ما پابند بوده ایم. بنان تا زمانی که آنان پابند نشوند، ما نباید تنها طرف باشیم که پابند آن بمانیم. مسکو هر نوع اتهام مبنی بر نقض این پیمان را رد کرده است. تصمیم واشنگتن و مسکو نگرانی های زیادی را میان کشورهای جهان برانگیخته است. حکومت چین خواستار حفظ این پیمان شده است. چین مخالف خروج ایالات متحده از پیمان راکت‌های هسته‌ای میان برده است.
چین از ایالات متحده و روسیه می خواهد که اختلافات خود را از طرف مذاکرات سازنده حل کنند. در عین حال، ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، گفته است که این پیمان از تصمیم واشنگتن حمایت می کند. ولی افزوده که با روسیه در تماس خواهد بود، زیرا به گفته او، مسکو 6 ماه وقت دارد تا دوباره به تطبیق مندرجات پیمان میزایل‌های هسته‌ای رو بیاورد. روسیه برای چندین سال پیمان میزایل‌های هسته‌ای را نقض کرده است. اما نمی‌تواند اینچنین ادامه دهد، زیرا هیچ پیمان کنترل تسلیحاتی نمی‌تواند که تنها با رعایت یک طرف مؤثر باشد. به همین دلیل پیمان ناتو از تصمیم ایالات متحده مبنی بر خروج از این پیمان حمایت می‌کند. این خروج 6 ماه وقت خواهد گرفت و ما از روسیه می‌خواهیم که به تطبیق دوباره این پیمان رو بیاورد و آن را احترام کند. پیمان میزایل‌های هسته‌ای میان برد میان ایالات متحده و روسیه در ماه دسامبر سال 1987 میان رئیس جمهور رونالد ریگان و میخائیل گورباچوف، رهبر آن وقت جماهیر اتحاد شوروی، امضا شده بود. خب، تصمیم واشنگتن و مسکو مبنی بر خروج از پیمان میزایل‌های هسته‌ای میان برد نگرانی‌های را میان ناظران امور نیز برانگیخته که به باور آنان با این کار عصر جدید رقابت‌های تسلیحاتی آغاز خواهد شد. در این حال، کریس مورفی، یکی از سناتوران دموکرات ایالات متحده، گفته که پایان یافتن این پیمان در حقیقت یک تحفه برای روسیه خواهد بود و به آن کشور اجازه خواهد داد که گسترش تسلیحات هسته‌ای میان برد خود را سرعت ببخشد. خانم بکتاش. تشکر عزیز جان، روزتان خوش. آخرین دور مذاکرات تجارتی بین ایالات متحده و چین در هفته جاری در واشنگتن بجز از تعهد برای مذاکرات بدون نتیجه قاطع پایان یافت. نایچنگ از صدای آمریکا در مورد وضعیت مذاکرات بین اقتصادهای بزرگ جهان گزارش می‌دهد که آنها برای یافتن زمینه‌های مشترک قبل از آن تلاش دارند که تعرفه‌های آمریکا در اوایل ماه مارچ روی اینترنت وضع شود. ایالات متحده آمریکا در سال 2019 که سال خوک در تقویم چینایی است و نشانه موفقیت و خوشبختی، سکه های خوششانس را ضرب خواهد زد. در مورد اینکه آیا هر دو کشور در مسیر پیشرفت قرار دارند یا خیر، نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خوشبینانه به نظر می رسد. دیروز با معاون صدر اعظم چین دیدار باور نکردنی داشتیم. یک مرد بسیار قدرتمند، بسیار محترم، بسیار قوی و همچنین با رئیس جمهور شی یک جلسه شگفته انگیز در مورد عمدتاً تجارت و نیز در مورد فنتانیل که یک داروی قوی مواد مخدر است و در درمان درد شدید استفاده می شود داشتیم. چین موافقت کرده، این امر تاثیر زیادی برای واردات این مواد در کشور خواهد داشت. آدم نلسن، رئیس اداره قانون ملی مزارع ایالت ایلینوی، می گوید کشاورزان آمریکایی نیز خوشبینند. ما فروشات را از دست دادیم و من فکر میکنم هر قدر طولانی شود با احتمال زیاد این کشورهای زنجیره های جدیدی را عرضه خواهند کرد که قابل ترس است. پوکونگ چن، نویسنده و مفسر سیاسی، میگوید پذیرش مثبت نتیجه یک تصمیم محاسبه شده از سوی چین است تا بر تجدید نظر مستقیم بر رئیس جمهور ترامپ تمرکز کند. یو هی این بار برای رئیس جمهور شی هدیه سال نو ارسال کرد. تمرکز توجه این مذاکرات در مورد توافقنامه تجارتی نبود، بلکه هدف آن بود که ترامپ بار دیگر با شی چینگ پینگ دیدار نماید. مهمترین چیز برای چین حفظ تصویر شی چینگ پینگ است تا بتواند چیزی برای نشان دادن در داخل کشور داشته باشد. در واشنگتن، ایالات متحده از خرید محصولات بیشتر کشاورزی آمریکا از سوی چین ستایش کرد، اما گفت کار بیشتری باید انجام شود. یکی از بزرگترین نگرانی ها سرقت تکنولوژی است. چین یک قدرت بزرگ است و همچنان یک ملت بزرگ. این در مورد تحمیل کردن بر چین نیست، بلکه نیاز به تعادل در رابطه ماست. زیرا آنها چیزهایی را که ما نوآوری میکنیم به سرقت میبرند و سپس از آن استفاده میکنند تا شرکت های ما را مسدود کنند. قانونگذاران ایالات متحده در حال الفاظ تند ارائه می کنند که تیم‌های مذاکره کننده همچنان در حال دیدارند. مذاکرات واشنگتن یک واکنش خاموش در بیجینگ را همراه داشت.
جایی که مقامات گفتند دور بعدی مذاکرات در ماه آینده در چین ادامه خواهد یافت. لیلا محبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. برنامه را با خبری از افغانستان ادامه می دهیم. وزارت خارجه افغانستان می گوید که دلیل شرکت نکردن هیئت آن کشور در نشست مسکو به اثر بودن چنین نشست های در پیشبرد روند مذاکرات صلح است. خب وزارت خارجه افغانستان دلیل از این کار گفته که به هر حال باید دلیل شرکت نمی کنه که به هر حال مشکل اصلی است که طالبان حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نیستند و حال نشست مسکو هم نمیتونه که تاثیر داشته باشه، ولی بر اساس یک به هر حال گزارش نیویورک تایمز بخشی از سیاستمداران و رهبران احزاب مانند عطا محمد نور، محمد محقق و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین هم احتمالاً در این نشست شرکت میکنند. از سوی دیگر هم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگه که جنگ افغانستان سالانه 50 میلیارد دلار برای ایالات متحده هزینه دارد و باید در نهایت پایان یابد. ترامپ این سخنان را به روز جمعه در صفحه توییتر خود منتشر کرده و افزوده که ایالات متحده چنان ضربه سختی به طالبان وارد کرده که اکنون آن گروه از صلح حرف میزنند. اظهارات ترامپ مبنی بر پایان بخشیدن به جنگ 18 ساله در افغانستان در حال منتشر میشه که طبق گزارش روزنامه نیویورک تایمز، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تعیین نامه‌ای برای رئیس جمهور ترامپ با ذکر نگرانی از پیامدهای خروج سریع نیروهای خارجی از افغانستان خواستار کاهش هزینه‌های نظامیان آمریکایی در افغانستان شده. خب برای بحث و بررسی تحولات اخیر مرتبط با روند مذاکرات صلح و دورنمای گفتگوی صلح احتمالی با طالبان با محترم صدیق صدیقی رئیس پیشین مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان و سخنگوی پیشین وزارت داخله افغانستان گفتگو میکنیم. آقای صدیقی با سلام و سپاس از حضورتان در برنامه. به نظر میرسه که موضوع صلح افغانستان از قبل پیچیده تر شده با توجه به اینکه به هر حال نشست مسکو بدون حضور حکومت افغانستان برگزار میشه. البته حکومت افغانستان طبق نقل قول از وزارت خارجه افغانستان گفته که در این نشست شرکت نمیکنه چون به نتیجه خواهد بود، اما برخی از شخصیت های مهم مثل آقای کرزی در این نشست شرکت میکنن. به نظر شما آیا گفتگوهای صلح افغانستان میتونه نتیجه بخش باشه؟ میتونه مسکو به این روند کمک بکنه؟ سلام بر شما و بیننده محترم ما در افغانستان. پروسه صلح افغانستان، مالکیت پروسه صلح افغانستان به دست مردم افغانستان است و خود دولت افغانستان یک جا با ایالات متحده امریکا بعد از اینکه سال گذشته امریکا استراتژی جدید خود در قبال افغانستان میسازه بسیار واضح بوده. خب نشست مسکو یا تلاشایی را که بدون هماهنگی مسکو داره انجام میده برای پروسه صلح، متاسفانه پروسه صلح ما را که مالکیتش ما هستیم پیچیده میسازه. وقتی شما میبینین که بدون هماهنگی، بدون اذعان حکومت افغانستان، بدون اینکه اهداف سیاسی نشست های مسکو در قبال پروسه صلح ما، در قبال آینده کشور ما واضح باشه، مسکو دعوت میکنه طالبان را و اعضای طالبان. خب در حال حاضر آنچه را که مسکو میتونه به یک کشور مهم منطقه انجام بده است که از هر تلاش حکومت افغانستان و امریکا که این دو کشور این پروسه را به پیش میبره حمایت بکنه. ساختن پروسه های دیگه موازی تنها میتونه که همه ما را منحرف بسازه. وقتی شما میبینین که در مسکو افراد دعوت میشه به نمایندگی از افغانستان و یا با حکومت افغانستان درست مذاکره صورت نمیگیره یا حداقل هماهنگی صورت نمیگیره، طبعا تاثیر سوی را میتونه برای پروسه داشته باشه. با باور ما به یک فردی که در مسائل نظامی سیاسی دخیل بودیم باور میکنم که متاسفانه روزها تلاش داره که حکومت افغانستان و هر اقدام امریکا را زیر سوال ببره و
یک مشکل ایجاد بکنه و این پروسه را بیشتر پیچیده بسازه. وقتی ما و شما صحبت میکنیم روی پیچیده شدن مسئله، این نمونه های از اقدامات هست که کشورهای منطقه متاسفانه مثل پاکستان، مثل روسیه. شما آقای صدیقی، منظورتان این است که روسیه میخواهد که به هر حال روند منحرف بسازه؟ آیا منظورتان این است که روسیه خواهان به هر حال آوردن صلح و ثبات در افغانستان نیست یا به توسط امریکا در افغانستان نیست؟ خب دقیقا سوال اصلی است که چرا ما از اهداف سیاسی که مسکو دنبال میکنه در عقب نشستهایی که اما هنگ نیست با حکومت افغانستان و یا بگونه واضح از پروسه حکومت افغانستان در قبال پیس و امریکا حمایت نمیکنه یا نشستهای موازی میسازن یا تلاشهای موازی انجام میده بدون امانگی؟ خب طبعا تلقی میشه به خاطر از اینکه شاید افراد اشخاص باشن نظر به برداشتهای سیاسی خودشان یا اهداف مشخص سیاسی خودشان که واضح نیست پروسه را منحرف بسازن. بهترین مسئله ای است که برای کشورهای مثل روسیه، مثل پاکستان که از هر تلاش حکومت افغانستان و امریکا برای آوردن صلح در افغانستان حمایت بکنه. یگانه پروسه مشروع آوردن صلح که ابتکار خود مردم افغانستان است، ابتکار دولت افغانستان است و بزرگترین پروسه حامی افغانستان که امریکا هست باشه، باید همگی از این طریق بتوان افغانستان کمک بکنه. اما آقای صدیقی، از جانب هم نگرانی بسیار زیادی وجود دارد در میان مردم افغانستان که میگن عجله ایالات متحده بر رسیدن به یک توافق احتمالی با طالبان به هر حال ممکن که تاریخ تکرار بکنه در افغانستان. آیا فکر میکنین ایالات متحده هم افغانستان رها میکنه و صرفا میخواهد که نیروهای خود از افغانستان خارج بکنه و دیگه برش مهم نیست که بعد از رسیدن به یک توافق احتمالی با طالبان چی ممکن در افغانستان روی بده؟ خب حداقل این تشویش و نگرانی را که مردم افغانستان داره خب در قسمت بجا است به خاطر گذشته، اما آنچه را که آقای خلیلزاد بحث پروسه صلح افغانستان یا پروسه حمایت از صلح افغانستان بیان میکنه بدون شک تاکید بیشتر آقای خلیلزاد روی حمایت دوامدار امریکا از افغانستان است. ما کوچکترین نشانه در صحبت ها و مسائلی را که اینا مطرح کردن ندیدیم که اینا بگن خب ما رها میکنیم افغانستان. به نظر من پاکستانی ها و بعضی کشورهای دیگر چون اونا بیشتر تلاش دارن وقت جای خالی شوه و اونا بتونن در افغانستان اهداف خود را پیش ببره این مسئله را دامن میزنن. اما روابط افغانستان با ایالات متحده امریکا که یکی از مهمترین حامیان افغانستان است دوام دارد. آقای صدیقی، اگر بسیار کوتاه بگوین، چند ثانیه زیادتر وقت نداریم، اختلاف آقای خلیلزاد با آقای غنی که به هر حال در صحبت‌هاشون تجلی پیدا میکنه، فکر میکنین مشکل بر سر راه رسیدن به توافق صلح ایجاد بکنه؟ اگه کوتاه بفرمایید. با باور من آقای خلیلزاد و آقای غنی در تصویر بزرگ اهدافی که اونا برای صلح ساختن یکی است. هیچ تفاوت دیدگاه سیاسی در قسمت آوردن صلح در افغانستان وجود نداره. اما روی چگونگی پیش برده پروسه سال با در نظر داشت اولویت هایی که حکومت افغانستان به نمایندگی از مردم افغانستان داره امکان اختلاف در چگونگی پیشرفت پروسه است. اما در تصویر کلان در اهداف بزرگ سیاسی برای آوردن صلح امریکا و حکومت افغانستان یک جا پروسه را پیش میبرند و شما میبینید که ابتکار اصلی صلح از طرف مردم افغانستان است. مردم افغانستان میخواهد که صلح بیاید و طالبان دست از جنگ بکشند و بر طالبان هم یگانه فرصت است که اونا میتونن استفاده بکنن. در غیر صورت خب جنگ ما و متحدین ما با طالبان ادامه خواهد داشت. تشکر یک جان از حضورتان در برنامه. روز بسیار خوبی داشته باشید. تشکر از شما. ویزه های خاص مهاجرت برای ترجمانان عراقی و افغان و سایر افراد مسلکی که برای حکومت ایالات متحده در کشورهایشان کار میکنند و به سبب استخدامشان به تهدیدات قابل توجه مواجه هستند ارزش حیاتی دارد. با این ویزه ها آنان می توانند به ایالات متحده مهاجرت کنند و محفوظ بمانند. حالا که خروج قوای آمریکایی از افغانستان محتمل به نظر می رسد، امسال تا حال هیچ گونه ویزه های خاص مهاجرت دادن نشده. هزاران نفر بلا تکلیف باقی ماندند. رامن تلر از صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که احد عزیزاده به توجهتان می رسند. در حالی که امکانات صلح بین ایالات متحده و طالبان محتمل به نظر می رسد، یک احساس بلا تکلیفی در میان 19,000 از افغانهایی به وجود آمده است که منتظر دریافت ویزه خاص مهاجرت که SIV نامیده می شود هستند.
این برنامه 10 ساله ویزا بعد با کشورهای داده می شود که برای حکومت ایالات متحده کار کرده و به سبب وظایفشان مواجه با تهدید مرتبط به وظایف آن می باشند. جانس شنواری بانی گروه به نام هیچ کس عقب نماند که مقر آن در ایالات متحده است و با کسانی که برای اردوی ایالات متحده در زمان مأموریتشان کار کرده اند کمک ها فراهم می کند. او می گوید که با رسیدن به توافق صلح حیات آنها با یک تهدید جدی مواجه می باشد. آنها به ایالات متحده آمده نمی توانند. آسان‌ترین راه برای آنان این است تا کسی را بکشند که برای ساکر امریکایی در افغانستان از طریق ترجمانی حمایت فراهم کردند. ترجمانان بر خطرات انگشت می‌گذارند که آنها برای اردوی ایالات متحده کار می‌کنند و با آن مهاجرند و منتظر به دست آوردن ویزای خاص مهاجرتند. کسانی که درخواست برای این ویزا داده‌اند یا خواهند داد، هر دو از دورنمای خروج اساکر امریکایی از افغانستان نگرانند. این افراد هنوز در آنجا موجودند. آنها تا هنوز خطرات و تهدیدات را در جنگی که هنوز به پایان نرسیده است احساس می‌کنند. کنگرس ایالات متحده برای هر نفر از متقاضیان اصلی از سال 2014 بدین سو ویزا فراهم کرده است، به شمول 3500 نفری که برای سال 2018 می باشد. اداره ترامپ از این که تمویل 4000 ویزا از بودجه سال 2019 به اساس اصول بودجوی حذف شده است نگران است. در این حال چندین تن از کسانی که دارای ویزای خاص مهاجرت بودند در راهی رسیدن به ایالات متحده توقیف شدند و این به سببی بوده است که اداره ترامپ در هر دو سال گذشته به طور فزاینده کوشیده است تا مسافرین را شدیداً تحت نظارت قرار بدهد. ما به دارندگان ویزای خاص مهاجرت اطمینان قوی می دهیم که از آنها در اینجا استقبال می شود و حمایت می شوند. اما وقتی خبرهای شایع می شود که مردمان وجود دارد که در بیرون از کشورند و به آنها اجازه سفر داده نمی شود، البته که این مایه سردرگمی و نگرانی می باشد. اکنون این مربوط به کنگرس ایالات متحده خواهد بود که آیا در آینده ویزاهای خاص مهاجرت وجود خواهد داشت یا خیر. احد عزیزاده، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن. یافتن مسجد برای انجام مناسک دینی حین سفر کار آسان نیست، ولی حال این اپلیکیشن جدید تحت نام جی پی اس اسلامی میتواند این مشکل را حل کند. این اپلیکیشن برای مسلمانان طرح شده تا بتوانند حین سفر به شهرهای مختلف مساجد و رستوران‌های حلال را بیابند. معلومات بیشتر درباره این اپلیکیشن را با هم می‌بینیم. اقبال حسین بنیانگذار عالم جی پی اس اسلامی است. موقعی که او بخواهد مسجد را در یکی از مناطق لندن پیدا کند، با چند کلیک در اپلیکیشن برش نشان داده می‌شود. حسین در سفرش به ترکیه با این مشکل روبرو شد و باعث شد که او اولین اپلیکیشن جی پی اس اسلامی را بسازد. وقتی به استانبول رفته بودم برای ادای نماز جای می پالیدم، به خاطر که من در شهر تازه آمده بودم و جای را بلد نبودم. بسیار سخت بود به خاطر که زبان هم بلد نبودم. وقت زیاد را گرفت تا مسجد پیدا کنم. به همین خاطر من هم این اپلیکیشن را برای کمک به مسلمانان ساختم. این جی پی ایس در نقاط مختلف و دشوار جهان قابل دسترس است. با فراشتر مراسم ادای حج، حدود 50,000 کاربر از کشورهای بزرگ مسلمان همچون اندونزی این اپلیکیشن را نصب نمودند. در این اپلیکیشن مواقع ادای نماز، پیدا کردن مساجد، حتی در نقاط دشوار، مغازه و رستوران های حلال گنجانیده شده است. We get more high usage on during Friday because of Friday Jumma. ما روزهای جمعه بیشتر کاربر داریم به خاطر که افراد برای ادای نماز جمعه به مساجد می روند. در ایام مراسم حج نیز کاربران زیاد داریم به خاطر که در اپلیکیشن قسمت زیارت را هم داریم و جاهای تاریخی برای مسلمانان نیز مشخص شدند. جی پی اس اسلامی ماه نوامبر 2016 معرفی شد که از زمره اپلیکیشن های خاص برای بازارهای مسلمانان، ایام نماز، غذای حلال، لباس و ملاقات جوانان مسلمان و غیره می باشد. عارف فاروق، یکی از بنیانگذاران سازندگان مسلمان که یک جامعه تکنولوژی در لندن است، میگوید این اپلیکیشن همچون مذهب در جیب شماست. او استفاده تکنولوژی را در دنبال نمودن مناسک دینی مفید میداند.
یکی از دلایلی که مسلمانان تکنولوژی را بیشتر استفاده می کنند به خاطر زندگی روزمره آنهاست که با مصروفیت ها بتوانند زندگی خود را به عنوان یک مسلمان نیز به پیش ببرند. جی پی اس اسلامی در کشورهای مختلف به شمول لبنان قابل دسترس است، اما حسین میگوید او میخواهد این اپلیکیشن را با گزینه واقعیت مجازی به زودی قابل دسترس بسازد. و به همین خاطر واقعیت مجازی نیز میتواند جاهای تاریخی را نشان بدهد. مثلا اگر شما بخواهید مسجدی را در مالزی از نزدیک ببینید، این کار با گزینه واقعیت مجازی امکان پذیر خواهد بود. جی پی اس اسلامی تاکنون دو جایزه مختلف را به عنوان بهترین اپلیکیشن برای مسلمانان برنده شده است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدا آمریکا، واشنگتن.